مردم دلاور ایران سلام این روزها و ساعتها آخرین ساعتها و روزایی که افتخار خدمت به عنوان وزیر امور خارجه به من داده شده اجازه بدین قبل از هر چیز از همه شما مردم خوب ایران برای همه بزرگواریا همه بنده نوازی های سخاوتمندانتون سپاسگزاری کنم همینطور برای همه نارسایی ها و همه کاستی ها پوزش میخوام امیدوارم بنده رو ببخشین و حلال کنین شک ندارم که توی هشت سال گذشته به همه اهداف خودمون در سیاست خارجی نرسیدیم شاید تاریخ در مورد ارزش دستاوردها و علل ناکامی هامون قضاوت کنه ولی هر طور که تاریخ قضاوت کنه خدا شاهد بوده که در کنار همکارای خوب و لایقم همیشه کوشیدیم سیاست خارجی موجب ارتقای آرامش، سلامتی و رفاه مردم باشه و از حقوق ملت، اقتصاد ملی و توسعه کشور پاسداری کنه. کوشیدیم نقشی ولو اندک در حل مشکلاتی ایفا کنیم آرزو داشتیم لبخند بر بنشینه و جلوه غرور ملی رو در وجودتون ببینیم میدونم که بعضی از کارام مورد پسند شما واقع نشد یک گروه از راه رفتنم با آقای کری رنجیدیم و گروه دیگه از تصویر دزدکی از استقبال و بدرقم از ملا برادر یک گروه از برجام به خروش اومدین و گروه دیگه از کنوانسیون خزر و یا توافق 25 ساله با چیم میدونم که تحمل برخی حرفام برای بعضی از شما سخت بوده تعدادی از شما زبان تیزم در برابر قدرت های خارجی رو تند روی می دونید. اما یک گروه هم هر وقت برای مذاکره اعلام آمادگی کردم تصور کردن می خوام بر سر منافع ملی مصالحه کنم. گروهی از این که گفتم خودمون انتخاب کردیم آشفته شدیم جمعی هم از پخش دزدانه دیدگاه ها و تجربه هایی که برای کارگزارای آینده ضبط کرده بودم خشمگین شدیم اتفاقا از توضیحی که برای همون جمله دادم خیلیتون مکرر گفتین که سکوت و یا توجیه برخی سیاست ها و رفتارها رو نمی پسندید. حتی بعضی ها گفتن که زیادی به میز و سمتم دل بستم بعضی ها القاب نچندان دوستانه ای رو هم برام درست کردم اما در مقابل این گروه بعضی ها هم از اینکه برای توجیه همون سیاست ها از بیان ملایم و به زعم خودم منطقی استفاده کردم خوششون نیومد و اون رو غیر انقلابی و حتی بازی در زمین دشمن خوندن امیدوارم همه این تیپ های گوناگون فکری و ارزشی که ایران زیبای ما رو میسازن منو ببخشم ولی بذارین یک نکته دیگر رو هم بگم وقتی هدف دفاع از کشور باشه اون هم در دنیایی که نه دل کسی برای مردم ما سوخته و نه در روز واقعه کسی به کمک مردم ما میاد همیشه نمیشه اونطور که دوستداری صحبت کنی و حتی نمیشه از عملکرد خودت دفاع کنی و امروز که بعد از نزدیک چهل سال کار دیپلماسی رو کنار میگذارم و تمام وقتم رو انشالله به تدریس و تحقیق در دانشگاه تهران اختصاص خواهم داد میخوام در برابر همه شما مردم قدرشناس ایران شهادت بدم که در چهل سال گذشته هیچ معیاری جز منافع مردم این مرز و بوم نداشتم و امیدوارم تا زنده هستم هم همین طور باشه ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم خداوند بزرگ همیشه یار و نگهدار همه شما و ایران عزیز و ایرانیان سرفراز باشه خدا نگهدار